سلام خانم سلام آقا حال شما شما خوبی؟ شما آره خود شما شمایی که تا الان به کانال خودت نفیوستی شمایی که هنوز کانال خودت سابسکرایب نکردی با هم بریم پایین این ویدیو بریم پایین این ویدیو میخوام یه چیزی رو بهتون رفقا دوستای خوبه اینه هاش همینجاست میبینید دست راست با قرمز نوشته میبینید نوشته سابسکرایب روش بزن همین الان روش بزن بیا با هم بزنیم بزنیم روش میبینی شد سابسکرایب ده. خوش اومدی به کانال خودت فرست هرس کانال خودته خوش اومدی الان جزء هرسی ها شدی ببین یه زنگولام اومد بغلش یه بریم اون زنگولهش هم فعال بکنیم که ویدیویی رو دیگه از دست ندیم بزن رو زنگوله ست گزینه اومد میبینی؟ اولیه نوشته آل میبینی؟ روش بزن اه زنگوله هم فعال شد دیگه ویدیویی رو از دست نمیدی حالا با هم بریم ویدیو رو تماشا بکنیم بفرمایید بفرمایید ادامه میدیم آموزش سوالات گواهینامه آلمانی رو از روی معتبرترین اپ فارشوله و بروزترین آپدیت سال 2021 خب ادامه میدیم سری مجموعه سوالات عددی رو از اولین قسمت یعنی گونشتوف تا آخرین قسمت سوزاتشتوف کلاس ب تو این ویدیو 22 سال آخر از سری سوالات عددی رو بررسی خواهیم کرد سوال هشت، آفرال گشویندی کنید؟ موسیم زیمید شوهرین او دا تودلیشین فلیتسونگین رشنید وین زی کنید زیشه های گرد انگلیک هاوی. میگه آفرال گشویندی کنید؟ در چه سرعت برخوردی موسیم زیمید رشنید؟ شما باید سابقایید مید شوهرین فلیتسونگین به آسیبهای خیلی جدی یا تودلیشین فلیتسونگین به آسیبهای مرگبار حساب بکنید ونزی کاینن وقتی که شما هیچ به زیش هایز گورت هیچ کمند ایمیلی رو انگلیک تاب نبسته باشین میگه که در کل میگه اگر شما کمند نبندید اون مینیمم سرعت برخوردی که باعث آسیب جدی و مرگبار میشه این چقدر هستش خب توی سوالای اینجوری گفتیم که چون میخواد بگه که مثلا بستن کمند خیلی مهمه واسه اون کمترین سرعته همیشه جوابه توی سوالای قبلی هم داشتین گفتین نکته طلایی اینجا به این صورتی که میخواد بگه این قضیه بستن کردن خیلی جدیه بس با کمترین سرعت هم میتونه به اصطلاح مرگبار باشه که اینجا داره گزینه ب میگه دیگه اپ درایسش کایم ها گزینه ب اپ لوجون گفتیم ب درس ام تی سوال 4 ام تی زیوا سوال 15 از این مشتن این یقم پکاوی ان کین میت نیمن وان موسن سی هیر تو اینن میگه زی شما میخواهید این یقم پکاوی در ماشین تو ان کیندر میت نیمه یه بچه رو با خودتون ببرید وان موسن کی شما باید هی تو اینن کیند از زیت که علاوه بر اون یه دونه صندلی بچه هم استفاده بکنید بودین ام میگه وند از کیند یونگ از 12 یاره و کلاینر از 150 سانتی متر است میگه ون وقتی که این بچه یونگ از 12 یاره به اصطلاح کمتر 12 سالشه اون کلاینا از 150 سانتی متر است که 150 سانتی مترم کمتر از 150 سانتی متر اون به اصطلاح قد شه دیگه این داره درست میگه دیگه بعد تو این حالت فقط میتونید به اصطلاح بچه باید زیر 12 سال باشه قدش هم زیر 150 باشه که باید حتما کیندازیت استفاده براش بشه که گزینه آ داره میگه درسته بقیه گزینه ها غلطه دیگه فقط گزینه آ درسته خب اوفلوزون همونجوری گفتین آ درسته امتیاز سوال 4 امتیاز وایت سوال 7 وی هوخ دف اینه روت لوشت دی اینه ناخینتن هیناوسراگن دی لادونگ کن سایشنت هوخستنس او دی فاربان انگ براخت زین میگه که وی هوخ چقدر به این بعد ارتفاع داشته باشه اجازه داره ارتفاع داشته باشه عین قوت لشته یه چراغ قرمز رنگ دی اون چراغه عین نخ هینتن از اون پش هیناوس غاگند لاد اون باری که زده بیرون کن سشنت به علامت گذاری بشه هوستنس به حداکثر حد دکسه او بعد فاربان انگ از به اون سطح خیابون قرار داده بشه قرار داده شده باشه خب ببینید این سوال عددی دیگه گفتیم سوالای با عددی رو به همین جوری حفظ بکنید خب این مقدار 1.5 متر هستش دوستان خب بس فقط همینجا یادش بگیریم دیگه گفتیم سوال عددی رو باید حفظش بکنیم آفلوزون همونجا گفتیم گزینه ب 1.5 متر درسته که امتیاز سوال سه امتیاز وایت هم سوال 8 هش. سوال 8 هم عددیه گفتیم سوال عددی رو باید همینجا حفظش کنیم 25 وشه هو دارف دی لادون نیشت ناخ فورنه او و دس این آوس راگن میگه بی سووش تا چه ارتفاعی دارف اجازه داره دارف نیست اجازه نداره دی لادون بارمون ناخ از سمت جلو او و دس فارس رو که از ماشینمون این آوس راگ از ماشین جلو بزن خب دوستان خب این مقدار 2.5 متر هستش دیگه ببین ارتفاع بارو میگه یعنی چی یعنی اون باری که روی به ماشین هستش از جلوی ماشین از آسفالت اون بار ارتفاعش رو میگه میگه چقدر باشه که اون مقدار 2.5 متر دیگه دو نیم همونجا گفتیم دو درسته امتیاز سه امتیازی نه اون بدین دی لادونگ نخفون او و دست فارد هیناوز غاگن. میگه اون در چه به سلا موقعیت های دارف اجازه داره که دی این بارمون نخفرن از جلو او و دست از ماشین و هیناوز غاگن تجاوز بکنه بیاد جلو توی چوب موقعیتهایی باید این اتفاق بیفته گزینه آ میگه ون دی لادو اوور هالب اینا هو فون 2.50 متر نیشت می از 50 سانتی متر هیناوس رایت میگه ون وقتی که دی لادو این بارون اوور هالب با اینا هو از یک ارتفاعی از 2.5 متر نیشت می از نه بیشتر از 50 سانتی متر هیناوس یعنی چی تجاوز بکن یعنی این باره که به اصطلاح روی ماشینتون میخواید بذارید نیم متر بیشتر اجازه نداره که از سقف ماشین بزنه جلو خب و ارتفاعش هم از کف آسفال تا اون باره بیشتر از به اصطلاح 2.5 متر نباید باشه یعنی اگه مثلا 3.5 متر اینا باشه این اشتباهه درسته از گزینه آ داره درست میگه دیگه گزینه ب میگه وندی لادون میت اینا روتن لشته کنتلیش که است. میگه وندی لادون وقتی بارمون میت اینا روتن لشته با یک به اصطلاح چراغ قرمز کنتلیش که مخت یعنی چی شناسایی شده بتونه بشه خب ندی گفتیم که روتن لوشته و برای چیه برای پشته برای جلو وایس لوشت است درسته این که میگه قوت لوشتی داره غلط میگه آفلوزون لوزون همونجور گفتیم آ درسته امتیاز سوال سه امتیازی وایت سوال دوازده واسیس باید بلادون فون فارت سوگن سو باختن میگه واسیس سو باختن باید به چه چیزی توجه بکنیم باید بلادون هنگام بار زدن فون فارت سوگن از ماشینی وقتی میخوایم ماشینی رو بار باید به چه چیزی توجه بکنیم خب گزینه آ لادون دیمه از این میته او با دی رکشتراله نخینتن هیناوس موسکی کن سایشنت وردن میگه لادون این بارمون دی اونی که می از این میتر بیشتر از یه متر او و دی روکشتغاله روکشتغاله اون به سلا چراخه شبرنگ پشت ماشین نخین این آوز غاق به از پشت ماشین میزنه بیرون موسکی کن سایشنت وردن باید علامت گذاری بشه داره درست میگه دیگه ببینید دوستان خوبم بارتون اگه بیشتر از یه متر از پشت ماشینتون بزنه بیرون باید حتما علامت گذاری بشه علا با یه به اصطلاح علامت پارچه قرمز رنگ یا همچین چیزی خب گزینه ب میگه لادون در اوه هاب اینا هو مکسیمال فون توای کوما فون سیت میتا ماکسیما فون میگه لادون بارمون دارف اجازه داره اوه هاب اینا هو به صدا در یک ارتفاعی از 2.5 متر ماکسیمال 50 سی 50 سانتی متر حد اکثر ناخ فورن از سمت جلو بیاد تجاوز کنه بیاد بیرون این هم داره درست میگه دید. تو ساله قبلی داشت گفتیم از سمت جلو ارتفاع بارمون از سطح آسفالت، سطح زمین تا باره دونیم متر ارتفاعش پنجا سانت هم بیشتر نباید از به سلا سخم ماشین از شیشه جلو بزنه بیرون خب این هم داره درست میگه گزینه سه میگه لادون میت هایم گویش موس نیشت گزیشت بردم میگه لادون این بارو میت گویش با وزن موس مسنیش نباید گزیشت ورد نباید ایمن بشه خود داره کاملا چرت میگه خب گزینه سه غلط آف لازم همونجوری گفتی آبه داره سه امتیاز سوال سه امتیه. سوال دو ویچ از فکه سایشن بسید زیش اف دی سولسی گزام ماسه میگه ویچ از فکه کدوم یکی از این تابلوهای رانورندگی بسید زیش نشون میده به اصطلاح آف دی سولسی گزام ماسه به این به اصطلاح وزن اجازه داده شده خب تابلوی یک داره به این اشاره میکنه که وزن پنج و نیم تون به بالا ورودش ممنوعه درسته این به وزن اجازه داده شده ربطی نداره ولی تابلو شماره دو داره میگه وزن اجازه داده شده بیشتر از هفت و نیم تون ممنوعه درسته خب سوالم داره از ما میپرسه این کدوم به وزن اجازه داده شده اشاره میکنه که تابلو شماره دوه گفتیم ارزان بزرگتون توی سوالای اینجوری هم مثل سوالای عددی دیگه بعد همینجوری حفظش بکنید و یاد بگیرید اخلاصون همونجوری گفتین دو درسه امتیاز سوال دو امتیازی وایت هم سوال سه ویش از فکیس سایشن به سیت زیش اف دی تاتزیش ماس می ویش فکیس کدوم یکی از این تابلو را رانندگی به زیش نشون میده اف دی تاتزیش به یک به اصطلاح وزن حقیقی تابلو شماره یک به وزن حقیقی اشاره داره وزن حقیقی به صلاح بیشتر از پنج و تون ورود ممنوع براش تابلوی شماره دو کلیه دیگه میگه به صلاح ورود ممنوع برای کامیونا خب بس این سوال داره میگه وزن حقیقی کدومه تابلوی شماره یک میشه آفلوزون همونجور گفتیم یک درسته گفتیم دیگه سوال اینجوری هم ساله عددیه بعد همینجوری حفظش بکنید بایتا سوال چار فی ویش فارس روگه ایست اس به فاقن این زو به شیل درتن شتغاس میگه فی ویش برای کدوم ماشینا ایسبه فاق این عبور کردن آینا زو به شیلدت نشخاص به این خیابانی که با این بل به تصویر کشیده شده فربوت ممنوع. یعنی این تابلو مربوط به کدوم ماشینهاست که ورودشون به این خیابون ممنوع ببینید این تابلو برای ماشینهای سنگینه خوب ماشینها مثل کامیون و اتوبوس و این داستانه خوب که نشون میده که توی بل اکسلشو یا عکسشون به آلمانی یعنی اون اکسل اون به اصطلاح شاسی ماشین رو میگم میگه توی شاسی ماشینشون دو تن یعنی بیشتر از دو تن وزنش باشه ورود ممنوع این توی کارت ماشینشون نوشته متوجه هستی توی کارت ماشین و اونا باید به این موضوع توجه بکنن خب گزینه آ میگه فر که دیغن تو میگه، فر که درن زولسی که گزام ماسه 2 تن نیست او میگه فیفارز برای ماشینا که درن زولسی که این وزن اجازه داده شده دو تن نیست او وش که بیشتر از دو تن تجاوز نکنه نه دیگه این به به وزن اجازه داده شده اشاره نمیکنه به اون وزن عکس داره اشاره میکنه یعنی وزن, وزن روی اکسلشون روی شاستیشون خب گزینه ب میگه تاتلش لیشه از او وش قایتت میگه تاتلش لیشه یعنی این حد تعامل اکسلشون رو شاسی ماشینشون بیشتر از تحمل حقیقیشون میبینید تا زشتش نوشته حقیقیشون سوایتون دو تون او تجاوز مور ورود ممنوع این داره درست میگه این به وزن حقیقی دو تون روی اکسلشون یا شاسی ماشینشون اشاره میکنه که اگر از اون تجاوز بکنه ورود ممنوعه گذنی چه میگه سولسکی که اکسل سوایتون او بشخایت سولسی که اکسل هست این غلطه یعنی وزن اجازه داده شده روی حد تعمل اکسلشون بیشتر از باشه تجاوز بکنه بیشتر از دو ورود ممنوعه نه این به تادزلش نشله اکسلاس که گزینه ب داره میگه خب گفتیم ساله اینجوری رو باید حفظ بکنی. چون این تابلو مربوط به ماشین سنگینه خب و اینو باید همینجوری یاد بگیرید دیگه اوفلوزون همونجوری گفتیم ب درسته امتیاز دو امتیازی وایتا سوال 5 و وایس این دیزیس هین میگه وارف وایس هین به چه چیزی به اشاره میکنه دیزیس فکس این تابلو راهنمایی و رانندگی خب این تابلو داره اشاره میکنه که پهنای ماشین خب اینجا پهنای ماشین اگر بیشتر از دو متر باشه ورود ممنوعه میبینید دو تا فلش کنارا کشیده یعنی این پهنای ماشین یعنی عرض ماشین رو داره نشون میده و دو هم روش نوشته دو متر و دا دایره که دورش قرمز هم گفتیم به معنای ورود ممنوع دیگه حالا ورود ممنوع توش چی نوشته نوشته پهنای ماشین یا عرض ماشین بیشتر از دو متر باشه اینجا ورود ممنوع گیر میکنه خب گزینه ها میگه اف این فابان فون 2 متر میگه به یک خیابونی که به اصطلاح پهناش دو متر نه دیگه این خیابونه پهناش دو متر نیست این داره میگه که به اصطلاح تابلو داره به این اشاره میکنه که ماشینایی که پهناشون ارزششون بیشتر از دو متر اجازه ورود به این خیابونه رو نداره نه اینکه به صلاح خیابونه ارزش دو متره خب گزینه آقا گذینه به میگه به میگه یک فاصله جانبی قانون شده از حداقل دو متر سو به ماشین دیگه نه دیگه این تابلو به این اشاره نمیکنه که شما یه فاصله جانبی از دو متر با ماشین دیگه به اصطلاح رعایت بکنید که داره کاملا چت میگه. ودنسه میگه auf ein Verbot für Fahrzeuge deren Bereite einschließlich Ladung 2 Meter überschreiten. Wir auf ein Verbot به یک ورود ممنوعی für برای ماشینایی که اونهایی که بغایت پهناشون einschließlich به اصطلاح با لادون با بارشون 2 متر اوش غایتت به اصطلاح از دومه تجاوز میکنه این داره درست میگه به این داره اشاره میکنه ماشین ها حالا بار هم حتی داشته باشن از دومت پهناشون ارزشون تجاوز بکنه ورود براشون ممنوعه خب گزینه سه درسته آفلوزو اونجا گفتیم سه فقط درسته امتیاز سوال دو امتیاز وایتا سوال 6 دوش ورش فاتسوگ کنن بای میس اختون دیزس فکس سایشنز شوره اونفله انشتین میگه دوش ورش از طریق چه ماشینایی کنن میتونه و این میس اختون میس اختون یعنی چی یعنی بی توجهی بکنن خب یعنی حواستون نباشه توجه نکنن به این تابلوه دیزیز از با این تابلو را نورندی اون فله یه تصادفات خیلی سخت انشتین به وجود میاد خب این داره اشاره به این میکنه که اینجا ارتفاعی که ارتفاع به بیشتر از سه ممیز 8 متر بیشتر ورود ممنوع گفتیم تابلوی دایرش ریگ درش قرمزه یعنی ورود ممنوع حالا توش چیش نوشته نوشته 3.8 متر یعنی چی یعنی ماشینایی که ارتفاعشون بیشتر از 3.8 باشه اینجا ورود بهشون ممنوع خب این یعنی یا اتوبوس یا کامیون دیگه درسته ماشین سواری هم ارتفاعی نمیتونه داشته باشه خب میگه ورود برای اینها ممنوع خب میگه حالا این چه ماشین هایی اگر این بی توجه کنن این تفاوت سقف وجونه خب برای همین دیگه این این اندازه رو به الان توی گزینه ها به ما بده میگه

نکته طلایی اینه که شما به ارتفاع کار داری. یعنی هوه، هوه، یعنی ارتفاع فقط نگاه بکنید گزینه آ داره میگه هو 2.5 متر که غلط گزینه ب داره میگه هو فی میته که درسته و گزینه س میگه هوه درای میته که غلطه دیگه شما به اینجا فقط به ارتفاع کار دارید دارم تکرار میکنم لغت طلاییش هوه خب گزینه ب میگه هوه فی میته یعنی ارتفاع 4 متر باشه دیگه به لنگه و لنگه و نمیدونم به قایته و این چیزا کاری نداشت فقط توی گزینه ها هر نگاه بکنید اونی که به صلاح از این عدده سه مایز هشت بیشتر بود این به صلاح گزینه ای که باعث تصادفات خیلی سختی میشه دیگه اونجا گیر میکنه خب که فقط گزینه ب داره میگه آفلو گفتیم ب داره سه امتیازی سوال هفت قسمت و این ویدیو میدوشن فرس روگین دوفنزی این زوگ کن ساکسین تشتغاس نیشت بفاقه میگه با چه ماشین دور نیست نیشت بفقن. شما اجازه ندارید که به عبور بکنید این زوگ یکن سایشتن از این خیابونی که با این تابلو مشخص شد یعنی, چی؟ یعنی توی خیابونی این تابلو سرشه حالا این تابلو به چه چیزی اشاره میکنه که شما به اجازه ندارید که واردش بشید این تابلو گفتیم دایره که دورش قرمزنگی ورود ممنوع حالا توش چی نوشته؟ توش نوشته که به ماشین هایی که طولشون میبینید فلش زده طولشون بیشتر از ده باشه ورود ممنوعه یعنی اینا اجازه ندارن وارد این خیابونه بشن خب اینجا فرقی نمیکنه که مثلا کامیون باشه یا مثلا ماشینی سواری باشه حواستون باشه اینجا به طول داره اشاره میکنه گزینه ها میگه پیکاوی میدمون آن هنگ گزاملنگ د سوگز اف میتام میگه پیکاوی میدمون آن میگه ماشین سواری که به یه خونه تور بهشون وصله دیدید دید اون خونه هایی که بهشون وصله گزاملنگ این طولشون بیشتر از به یازده متره خب ببینید لغت طلاییش گفتیم اینجا لنگه است دیگه بعد به این توجه بکنید لنگه اگر بیشتر از این 10 متر نوشته باشه این ورود ممنوع براش اینجا 11 متره بس ورود ممنوع دیگه درسته خب گزینه آ درست گزینه ب میگه تراکتور میت آنهنگر گزامت لنگه دز سوگه 12 متر میگه تراکتور میت آنهنگر یعنی چی یعنی تراکتور با به اصطلاح اون باربر پشتش گزام لنگ طولشون 12 متره خب گفتیم دیگه لغت طلایی گفتیم لنگه باید دقت بکنید اینجا 10 متر گفتیم این 12 متر. پس ورود برای این هم ممنوعه گزین به هم درست گزینه میگه ای کاوی میت اینا لنگه فون 9 متر انشلیسلیش لادو میگه ای یعنی ماشین سنگینی میت اینا لنگه با یک طولی از 9 متر خب متر از 10 متر کمتره دیگه بس گفتیم که به لغت طلایی لنگه توجه کن اینجا 9 متر این ورود ممنوع نیست براش میتونه بره این لیستش لادو یعنی با بارش خب گزینه سه گزینه نیست که تیک بزنیم آبلوژنگ خب همونجوری گفتیم آوه درسه امتیاز دو امتیازی وایتا سوال 16 اون wie viel prodsend er hört sich bei tempo 160 kmh im allgemeinen der kraftstoffverbrauch eines mittelklasse pkw gegenüber der fahrt mit richtgeschwindigkeit 130 kmh mir ها میگه که اون ویفی prozent در چه درصدی اهرتشش افزایش پیدا میکنه بای تمپو در یک سرعتی 160 کیلومتر بر این ام به طور کلی د کرافشتوف این مصرف سوخت به در هر 100 کیلومتر یه لیتر آینز میته کلاس پی یه به ماشین متوسط گیگن نوما در مقابل د این حرکت میته ریشت این سرعت پیشنهادی 130 کیلومتر بر ساعت خب اصلا کلا این سوال چی میگه میگه که مصرف سوخت شما چقدر افزایش پیدا میکنه اگر شما به اصطلاح 160 کیلومتر در ساعت برید در صورتی که اگر به اصطلاح سرعت پیشنهادی 130 کیلومتر باشه و مصرف سوختم به ازای هر 100 کیلومتر 1 لیتر باشه خب میخواد کلا بگه توی سوالای قبلی هم داشتیم میخواد بگه که اگه سرعتتون زیاد باشه مصرف سوختتون هم زیاده خب توی سوالای قبلی هم داشتیم یه همچین سوالایی توی گزینه ها باید بگردید اون گزینه‌ای که بیشترین مقدار رو داره به شما نشون میده چون میخواد به شما مثلا متوجه بکنه آها ببینید مثلا سرعتی که زیاد برید مصرف سوختتون هم خیلی افزایش پیدا میکنه خب میخواد این رو برای شما جا بندازه که این مثلا با سرعت رابطه مستقیم داره مصرف سوختتون هر چی سرعتتون زیادتر باشه مصرف سوختتون هم بیشتره خب بس اینجا گزینه ب درسته دیگه اون فون 30 فون پروتسن یعنی تا 35 درصد به اصطلاح افزایش پیدا میکنه بس نکته رو متوجه مثل سوالای قبلیه میخواد بگی که سرعتتون زیاد باشه مصرف سوختتون هم بالاست بس باید توی گزینه ها بگردید اون گزینه‌ای که بیشتری مقدار به شما نشون میده گزینه درسته گزینه ب همونجا گفتیم به دور سه امتیاز سوال سه امتیازی وایت سوال سه اسم عددی گفتیم سوال عددی رو با همینجوری حفظش بکنیم میگه زی ها من این درائی یاقه آلتن پیکاوی گه کافت اون مشنن دیزن پریوات نوزن دی هاپت انتظرون ایس نوی ویشه فریس گیت فی دی نکست هاپت انتظرون میگه زی ها شما این درائی یاقه آلتن پیکاوی گه شما یه ماشینی که مثلا سه سال از عمرشون میگذره رو خریدید خب ماشین دیز پرو میه و من میخواید این رو به صورت شخصی استفاده کنید. دی هافتدون تظخ همین توفهه یا ماینفرنی است نوع جدیده تازه گرفته شده. فریس وشی هادون تظخ میگه چه به صل تاریخ معتبر برای ماین فنی بعدی. خب گفتیم این توف یا ماین فنی هر، دو سال یه،, یه بار دیگه درسته بس این به صورت مناته میخواد یعنی به صورت ماهیانه اینجا از ما سوال کرده که هر سال دوازده تا ماه دو سالش میشه 24 تا ماه بس اینجا میشه 24 مناته خب آفلوزون همونجا گفتیم 24 درسته گفتیم این سوال عددی دیگه سوال عددی رو باید همینجوری حفظش بکنیم امتیاز سالم دو امتیازی وایت سوال پنج این قسمت میگه زیبزیتن دیفر الابنس در کلاس B. یه پیکاوی هات فورگند داتن Liamasse 1900 kg Sulacege 2400 7400 kg Sulacege anhängelast 1500 kg wäschen anhänger dürfen sie mitführen wirge sie شما دارید دی فار الاوبنس این اجازه رانندگی در کلاس ب کلاس ب رو دارید یعنی یعنی شما نامه دارید که ماشین سواری برونید یه پیکاوی ماشینتون هات فولگند داتن این اطلاعاتو داره لیا یعنی وزن خالیش 1900 کیلو سولسک گزام ماسه یعنی وزن کلش 2400 تو سولسک آنهنگل لاس یعنی وزن با آنهنگلش 1500 کیلو ویشن آنهنگل دورفنزی میتفوغن کدوم به سلو باربر شما اجازه دارید که با خودتون هم بکنید خب ببینید گفتیم این سوال سوال های عددی یعنی حفظیه باید این سوال رو همین جوری حفظشون ولی یه منطقی پشتشی که من براتون الان توضیح میدم ببینید وزن کلی رو به شما ده 2400 کیلو 1900 وزن خالیتونه و این تفاوتش میفته 500 کیل. کیلو و شما ماکسیموم 1000 کیلو به اصطلاح اجازه دارید وزن اون باربرتون باشه که به این ماشینه وصل بشه که گزینه 3 داره اینو میگه و گزینه 3 فقط درسته آفلوزون همونجا گفتیم 3 درسته امتیاز سوال 3 امتیازی و سوال 2 سوال 2 هم عددی گفتیم سوال عددی رو با همینجوری حفظش بکنیم وی فیل انهنگ دورفن این تا اینم کاوی کلاس میت میگه وی فیل آنهنگه چند تا باربر دورفن اجازه داری هین تا اینم اکاوی در یک به صلاح ماشینی که در کلاس ب گواینامه کلاس ب رو داره میت گفورد وردن میتونه به صلاح هدایت بشه خب اینجا یه دونه انهنگه شما بیشتر نمیتونید به ماشینتون وست کنید با به صلاح گواینامه کلاس ب آفلوزون همونجا گفتیم فقط یک درست امتیاز سوات دو امتیازی وایت هم در این قسمت میگه

میگه چقدر بزرگ بر باشه اشتوچل همون به قسمتیه که آنهنگه به ماشین وصل میشه میندسن زاین باید حداقل باشه خب ببینید این سوال هم سوال عددیه دیگه گفتیم سوال عددی رو باید حفظش بکنیم همینجوری دیگه خب این وزن باید به اصطلاح درصد اون وزن اون به وزن حقیقی آنهنگرتون باشه که گزینه آ داره اینو میگه 24 کیلو خب آفلوزون همونجوری گفتیم گزینه آ درسته امتیاز سوال سه امتیازی وایت سوال دو وان تو این وایت لینک ان فاش تریف میگه وان دو فنزی که شما اجازه دارید این در این موقعیت وایت به در ادامه مسیر. لینک فرشت در این لاین سمت چپی فبلایم باقی بمونه خب همینجور که میبینید اونجا یه تابلوی هست که توش زده که پهنای ماشینتون باید دو متر باشه میبینید پهنای ماشین باید دو متر باشه خب باید به این توجه بکنید گزینه ا میگه ون ماین فارس رو گمس تو تا 1 فارس رو شاین 2 متر بقید است میگه ون ماین فارس رو وقتی ماشین من گمس تو لاسینگ بشاین تا 1 این به اصطلاح روی کارت ماشین 2 متر بقید است 2 متر پهناشه نه دیگه ببینید اینکه زده دو متر یعنی یه مقدارم بیشتر هستش دیگه این ارزان با عضورتون که اینجا برید سلام ممکنه گیر بکنه و براتون اشکالی ایجاد بشه باید شما تو این حالا نمیتونید از این لاین استفاده بکنید گزیین آغن گزینه رو ب میگه من فرضش لیستلیش لادن تزشش ما سوای می تا بهقط است میگه ون من فرض ماشین من 1ش لیش با بار تازشش مکسیمال، اون وزن حقیقش به نهایتا تو میتا به قی از دومت پهنا داره این داره. درست میگه دیگه با بارتون اگر حد اکثر دیگه دو متر پهناتون بود شما میتونید توی این لاینه بگیرید و ادامه مسیر به در این صورت بعد بگیرید لاین سمت راست همونجوری گفتیم به درس امتیاز سوال سه امتیاز وای سوال سه زی به فارن این einmal اینمال 30 کیم ها و این اندرز مال 60 کیم ها وی اندت زیش دبای دی میگه زی به شما میرونید این کوروه یه پیچی رو اینمال یه بار با 30 کیلومتر در ساعت و دفعه دیگه با 60 کیلومتر در ساعت وی اندت زیش چجوری تغییر میکنه دابای حالا دی فلیک خاف فلیک خاف گفتیم اون قدرت پرتاب پیچ رو میگه خب ببینید وقتی که سرعت دو برابر میشه قدرت پرتابتون هم چیه چهار برابر میشه گفتیم که به با سرعت دو برابر سرعت یعنی وقتی سرعت دو برابر میشه اون چهار برابر میشه خب گزینه سه داره میگه دیگه میگه فی و گوس یعنی چهار برابر بر بزرگتر میشه خب اینم جز سوالای حفظی حساب میشه آفلوزون همونجوری گفتیم چهار برابر گزینه سه داره اینو میگه امتیاز سوالم سه امتیازی وایتا سوال سیزده میگه ورش پروفیتیف موسن آل رایفن ایرس فارتزوگز ام هاوپت پروفیل میندستنس اوفوایزن میگه پروفی پروفیتیف این مقدار به ذخامت لاستیکتون باید چقدر باشه حد حداقل باید چقدر باشه خب تو سال قبلی ما گفتیم باید یک ممیز 6 میلیمتر باشه دیگه درسته پس میگه که دی پروفی تیف این زخامت حداقلی باید یک ممیز 6 باشه دیگه آفلوزون همونجور گفتیم یک ماه شیش درسته امتیاز سوال سه امتیازی ببینید این سالم سال سوال عددیه دیگه گفتیم سوال عددی رو با همینجوری حفظش بکنیم وایتا سوال اول ویشه بدویتون حد دست آف دم غایفن انگه گیوینه هشت 1217. داتون میگه وشه چه معنی داره دست آف دم این روی چرختون انگه گیوینه هشت دلونگز این تاریخ داده شده به سال کارخونه سازندهش دوازده هیفده ببینید این دوازده دهنده هفته دوازده همه و 17 هم سال به سال یه دیگه همون 2017 خب گزینه آ میگه دقیقاً بوده ام 12 ماه دسامبر دز یاره 2017 هگشت میگه ده غایفن این چرخه در ماه 12 یا دسامبر سال 2017 هگشت ساخته شده نه دیگه. گفته اون 12 ماه رو نمیگه اون هفته دوازدهم گزینه ها غلط گزینه ب میگه در بوده ام ارسن 2017 میگه این لاستیکه در تاریخ 1 2 2017 ساخته شده نه دیگه گفتیم اون 12 به اصطلاح هفته 12 و اون 17 سال ساختش 2017 گزینه سه میگه در بوده این د 12 کلندر وخه دز یارز 2017 هه میگه در, در این لاستیکه در تاریخ هفته دوازدهم سال 2017 ساخته شده خب داره درست میگه آفلوزون همونجا گفتیم سه درسه امتیاز سوال دو امتیازی و... سوال اول وی لانگ داور نورمال وایز دی میگه وی داور چقدر طول میکشه نورمال وایز معمولا دی پروبت سایت ببینید زمانی هستش که شما گواهینامه اونایی که گواهینامه ایرانشون رو به اصطلاح یا تبدیل میکنن نه اونایی که اصلا گواهینامه ندارن و به طور کامل میخوان گواهینامه بگیرن اولش یه گواهینامه بهشون میدن که بهش میگن گواهینامه به اصطلاح موقت یا پروبت ساید این زمان دو ساله دوستان خوبم خب شما تو این زمان نباید خلاف بکنید نباید به اصطلاح خیلی چیزا رو برای رعایت بکنید تا بعد از این زمان گواهینامه اصلیتون رو که به اصطلاح 15 ساله هستش به شما بدن خب این زمان دو ساله دیگه گزینه سه داره میگه تو یغ افلوزون همونجوری گفتیم سه درسته امتیاز سوال دو امتیاز خب این ویدیو هم تموم شد بال بود نه خوشتون اومد حالا که خوشتون اومده دوباره با هم بریم اون پایین کار داریم بریم پایین اینهاش این زیره میبینی بالای اونجا که نوشته فرست هس انگشت اینجوری گرفته بالا زیرش 19 نوشته میبینی بیا با هم روش بزنیم آخش جون گرفتم هر یه دونه لایکی که میکنید یه جون به من اضافه میشه مرسی که ای تونتون به من جون میدید مرسی که تونتون به کانال خودتون قدرت میدید لایکم یادتون نره همیشه اینجاست دیدین لایک ها رو بکوبید ای سب کن سب کن سب کن شما خانم شما آقا هنوز سابسکرایب نکردی؟ اشکال نداره؟ دیر نشده؟ یه دوباره انجام بدیم اینها اینها گوشه سمت راست با قرمز نوشته نوشته سابسکرایب بیا روش با هم بزنیم بزنیم روش سابسکرایب خوش اومدید به فرست هرس. به کانال خودتون خوش اومدید فرست هرسی شدید دیگه یه زنگوله اومد بغلش بریم زنگوله رو فعال بکنیم تا هیچ ویدیویی رو دیگه از دست ندیم بزنیم رو زنگوله سه تا گزینه میده اولیش نوشته آل بزنیم روش زنگوله رو فعال کردیم دیگه هیچ ویدیویی رو از دست نمیدیم قربون همتون مرسی دست تک تکتون رو میبوسم تا ویدیوی دیگه شما رو به دستای خدا میسپارم خدا نگهدار تو ویدیوی بعدی 15 سال بعدی از سری مجموعه سوالات پنج امتیازی رو بررسی میکنیم